فیلم پست لایف به تازگی منتشر شده. بریم ببینیم چه خبره. فیلم های عاشقانه همیشه یکی از محبوب ترین انتخاب تماشاگران در تمام تاریخ سینما بوده. اما عشقی که در پست لایف روایت میشه از اون دست عشقی نیست که شما بخواید باهاش گریه کنید یا بخواید باهاش بخندید یا حتی بخواید دنبال یک مفهوم یا یک حرف بزرگی درش باشید. این فیلم داستان یک عشق قدیمی رو روایت میکنه. از اون دست عشقی که هیچ ربطی به جسم نداره، صرفا در ذهن دو تا کاراکتر شکل میگیره. فیلم پست لایف سه تا شخصیت بیشتر نداره و نکته ای که قابل ستایش اینه که این سه شخصیت رو به طور کامل پرورش میده و هیچ نقطه ابهامی درباره اونا باقی نمیذاره و همین هم موجب شده که درک این شخصیت‌ها بسیار برای تماشاگر راحت بشه. فیلم از همون سکانس اول با یک سری نشانه‌گذاری‌های تصویری و درست سعی می‌کنه که شخصیت پردازی رو انجام بده. در واقع شما در همون ابتدای فیلم یک دختر بچه و پسر بچه‌ای رو می‌بینید که هم مدرسه هستن، با هم میرن مدرسه، با هم برمیگردن و تنها زمانی که خداحافظی می‌کنن مسیرشون تغییر می‌کرده. حالا در این سکانس چی می‌گذره؟ تو این سکانس شما می‌بینید که این دختر و پسر با هم دیگه از پله میان بالا، در واقع با هم دیگه دارن رشد می‌کنن، پله‌ها رو میان بالا، در کنار هم دیگه‌ن، ولی از جای به بعد مسیرشون تغییر می‌کنه. دختر پله‌ها رو میره بالا و پسر همون حرکت معمول رو انجام میده. در واقع پسر دیگه نه پایین میره نه بالا. یک روند ثابتی رو پیش میگیره در حالی که دختر پله‌ها رو داره میره بالا. که این نشانه‌گذاری‌ها رو در ادامه فیلم شما کاملاً باید دقت کنید بهش. نشانه‌گذاری‌هایی که خیلی زود به ما میگه که خب دختر قراره هر بار بره بالا، بره بالاتر و تغییر کنه. یک جا ساکن نمونه، در حالی که پسر اون مسیر ساده رو قراره طی کنه و هیچ وقت بالا پایین رو تجربه نکنه. در واقع پسر کاملاً ثابته. هیچ قرار نیست در زندگیش تغییر ایجاد بشه. و خب فیلم از همون لحظه اول خیلی راحت با این نشانه گذاری ها و بازی های تصویری درست تکلیفش رو برای تماشاگر مشخص میکنه. این نشانه گذاری ها در تمام طول مدت فیلم قابل مشاهده است. مثلا سکانسی که دوتا بچه در حال بازی کردن هستن، هم شما میبینید که دختر یک لحظه از مجسمه میره بالا و پسر پایین ایستاده و داره باز هم نگاش میکنه که اون میره بالا، پسر در واقع باز پایین تر ایستاده و میبینه که دختر در حال بالا رفتنه. در واقع جسارت تغییر و جسارت رسیدن به هدف بالاتر رو در همین سکانس باز هم شما دارید میبینید و کارگردان به خوبی سعی کرده با نشانه گذاری های تصویری این رو به مخاطب القا کنه. البته فیلم از دیالوگ هم غافل نشده و سعی کرده که از طریق زبان هم بخش از شخصیت پردازی دو شخصیت اصلی رو انجام بده. مثل جایی که مادر نورا اعلام میکنه که زمانی که شما مهاجرت میکنید برای به دست آوردن یک هدف بالاتر باید چیز رو رها کنید و همین اول کار به شما میگه که خب ما با یک شخصیتی مواجه هستیم که صرفا قرار نیست یک وایسه، قراره که رها کنه و بارها این اتفاق تکرار بشه. این نشانه گذاری های تصویری و کلامی به حدی در پس لایف درست و بجا و به اندازه انجام شده که شما با دیدن تک تک دقایق فیلم میتونید از یک عشق واقعی لذت ببرید. عشقی که درش اغراق وجود نداره، خیلی افلاطونی نیست و یک در واقع یک برش از زندگی روزمره ماه. زندگی که خیلی عاشقانه نیست، فراز و فرودهای خاص خودش رو داره و به صورت مشخص غم و اندوهی داره که فیلم میخواد در موردش با ما صحبت کنه. و نکته جذابتر اینه که فیلم نمیگه که غم رو رهاش کنیم یا بخوایم غم رو با شادی جبران کنیم و از این دست پیام هایی که خب خیلی در سالهای اخیر توی هالیوود حداقل دیدیم. فیلم میگه که به یک آگاهی در مورد غم برسیم و در واقع غم رو بشناسیم، حذفش نکنیم، بدونیم که این غم از کجا اومده و با خودمون حملش کنیم. فقط اینکه تحت تأثیرش قرار نگیریم و در واقع در مورد صحبت کنیم، به اون آگاهی برسیم. به نظرم از این بابت پسلا بده که از درست‌ترین عاشقانه هایی که توی این چند سال میتونید ببینید. این آگاهی در فرم فیلم به خوبی قابل مشاهده است، جایی که شما میتونید ببینید که فیلمبردار تقریبا هرگز نورا و هانگشون رو در کنار هم قرار نمیده. این دوتا همیشه در کنار هم، در واقع به صورت جدا از هم راه میرن، جایی دارن قدم میزنن، یک میله بینشونه، حتی زمانی که توی قطار هستن روبروی هم قرار دارن، دستشون بالا و پایین هم دیگه است و اینکه در واقع یک نشانه برای اینکه این دو تا هرگز به هم دیگه نمیرسن و در این حال کنار هم دیگن. فیلم حتی زمانی که دو شخصیتش در حال دیالوگ گفتن هستن، در پس زمینه شما میتونید یک سری نشانه گذاری ها رو ببینید که خیلی با ظرافت چیده شدن. مثل سکانسی که نورا و هانسون نشستن و در این صحبت میکنن که خب چرا تو 12 سال گذشته این ناپدید شده و الان دوباره اومده و در پشت تصویر این دو تا میبینید یک چرخ و فلک داره میچرخه. در واقع یک چرخ و فلک میچرخه که هی دارن دور خودشون میچرخن، یه دور خودشون میچرخن و این ارتباط این و اون دیالوگی که دارن برقرار میکنن خیلی ظریف انجام شده. فیلم یک شخصیت سوم هم داره که آمریکایی و به نظرم درست‌ترین و صحیح‌ترین و واقعی‌ترین شخصیت آمریکایی که میشه در مواجهه با یک آسیایی در یک فیلم سینمایی شاهد بود. شخصیتی که عاشق و به طور مشخص دنبال عشق می‌گرده ولی خب در دیالوگ‌های منطقی که
با نورا برقرار میکنه به یک سری ترس‌های اشاره میکنه که این ترس‌ها واقعیان. و یک دیالوگ جالبی بین این دو تا وجود داره، اینه که میگه که نورا زمانی که خواب هست به زمان کره‌ای صحبت میکنه و من کره‌ای رو متوجه نمیشم، برای همین نمیتونم دنیای نورا رو بیشتر از این که هست ببینم. و خب یک ترس واقعیه، این ترسی که شما نمیتونید بر تمام وجه زندگی افراد چیره بشید، شما نمیتونید همیشه همه جای زندگی فرد باشید و گاهی لازمی که یه مقدار کنارتر بمونید، و به این معنی نیست که فرد شما رو دوست نداره، فقط این شکلگیری کامل اتفاق نمیفته هرگز. و نکته جذابی که در مورد پستای بینه که اشاره میکنه به اعجاز سکوت، در واقع شما با سکوت میتونید به یک معجزه برسید. و در فیلم سکانس های وجود داره که یک سکوت طولانی اتفاق میفته و این سکوت ها بیشتر از هر دیالوگ عاشقانه ای برای تماشاگر میتونه مفهوم داشته باشه. شاید بشه گفت جذاب‌ترین سکانس فیلم سکانس آخر باشه، جایی که نورا و هایسونگ یک نگاه طولانی بدون دیالوگ به همدیگه برقرار میکنن و تماشاگر انتظار هر اتفاقی بین این دو نفر رو داره، ولی فقط سکوت، فقط یک تردید وجود داره. تردید بیشتر از سمت نورا هست و اینکه خب در ذهنشون شخصیت ها رو نمیخواد بشکنه، نورا هرگز نمیخواد برگرده عقب. همونطور که در طول فیلم این دیالوگ رو تکرار کرد که اون شخصیت کره‌ای، در واقع اون پسر کره‌ای، هیچ وقت بیشتر از یک آدم معمولی نبوده، همیشه کار معمولی، زندگی معمولی و یک آدم معمولی بوده، در صورتی که نورا اینجوری نبوده. نورا یک جا نمی‌ایستاده، نورا هی داشته پیشرفت می‌کرده، هی جلوتر می‌رفته و در واقع شاید بشه به جای پیشرفت واژه درجا نزدن رو به کار برد، اینکه همیشه در حال رو به جلو حرکت کردن بوده. و شاید همین باعث شده که این دو تا هرگز بعد دیگه نرسن. در سکانس آخر جایی که هایسونگ میاد به نورا میگه که خب اگر در یک دنیای دیگه بود وضعیت ما چطوری بود، پاسخ نورا احتمالاً بهترین پاسخی که میتونستید بشنوید اینه که نمیدونم. در واقع شما نمیتونید پیش بینی کنید که در آینده چه اتفاقی میفته، شما فقط میتونید تصمیم بگیرید که یک کار رو انجام بدید، رو به جلو حرکت کنید یا نه. اینکه در آینده چه نقطه قرار به استیم رو هیچ کس نمیدونه. و برای همین میگم پسلوی یکی از بهترین عاشقانه‌ای که تو این چند سال در سینما شاهد بودید. در واقع فیلم روایتگر عشقی که هرگز به یک عشق جسمی منجر نمیشه، یک عشق کاملا معنوی، عشقی که حتی میشه گفت فداکاری براش بی‌معنی تا حدود زیادی، عشقی که از سر یک احترام میاد و در واقع برشی از زندگی همه ماست، یک سری خاطراتی که در ذهنمون شکل میگیره، شاید گاهی باعث غممون بشه، ولی قرار نیست این غم رو حس کنیم، صرفا قراره که به یک آگاهی در موردش برسیم و در واقع یک زندگی واقعی و جذاب. به نظرم پس لایو حتما ببینید، فیلم بازی های فوق العاده ای داره، فیلم برداری بسیار بسیار زیبایی داره، شما میتونید نکات ریز تصویر رو در جای جای فیلم نامه، در جای جای صحنه ها ببینید و لذت ببرید و درس کارگردانی بگیرید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید و لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم که عشقتون همیشه پایدار باشه و دم شما هم گرم.